بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت شما هستیم با سلسله مباحث معرفتی. موضوع بحثمون سرچشمه معارف یا منابع اخذ معرفت دین. انسان‌ها باید معارف دین رو از کجا اخذ کنن و به چه دلیل؟ مباحثی رو در این موضوع و در این باره طی جلساتی در خدمت شما بودیم و نهایتاً رسیدیم به اینکه دین خود سخنگو دارد، قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. بعد رسیدیم به بحث فایده دین و آشنایی با برخی از فرمول‌های تقرب و بندگی. نمونه‌هایی رو از این فرمول‌ها در جلسه گذشته خدمت شما ارائه کردیم. انجام واجبات و ترک محرمات، یعنی در نزد خدای متعال اون کسانی که اهتمام می‌ورزن به واجباتشون و ترک محرمات، اینها از بهترین فرمول‌های تقرب الی الله، توقف در شبهات، حق‌گویی در همه حال، انصاف، یاد مرگ، نفع و سرور خانواده، خدمت برادران دینی، مذاکره علم دین، اینها تمام از بهترین فرمول‌های تقرب و بندگی بود. ششمین مورد، سجده بر تربت سید الشهدا سلام الله علیه است. از سجود علی تربت الحسین علیه السلام یخرق الحجب السبع. سجده بر تربت حسین سلام الله علیه حجاب‌های افغانه رو می شکافد. این یک فرمول الهی است و در احادیث و روایات آمده. لذا در اون بحثی که داشتیم، گاهی ممکن است برخی از علم زده ها بیان بگن نه آقا، سنگ از حیث بهداشتی بهتره، مثلا تربت رو کنار بگذارید. این حرف 100% غلطه، چون عرض شد دین خود سخنگو دارد و کسانی که معلمین الهی هستند، امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین، اهل بیت عصمت و طهارت، علم لدنی دارن اونها. به لطف خدای متعال، به مرحمت خدای متعال عرض می شود که اینها علم کل کتاب نزد اونها هست و اونها عرض می شود که از هر کسی بهتر این مسائل رو می دانستن که حالا این خاک بهتر است یا اون سنگ بهتر است. خدای متعالی که قرار داده، خودش خالق است، صانع است، حجتهایی رو هم قرار داده. عقل می گوید اون دلیل قطعی که از دین رسید اون رو بپذیر، ولو در مقابل او یک سری آرا و رو عرض می شود آرای به صلاح علمی هم بله مطرح باشه. لذا اونها نمیتونه بیا در مقابل این دستورات قطعی و مسلم و دلاله و مسلم و صدور دینی چیه بخواد عرض اندام کنه. یکی از فرموله های بندگی که انسان همین که در نماز سجده بر تربت ابی عبدالله میکنه، البته سجده بر تربت برای خدای متعال، این عرض میشود که حجابهای هفتگانه رو میشکافه. باز در باب عظمت سجده بر تربت سید الشهدا سلام الله علیه داریم. از سجود علی طین قبر الحسین، امام صادق سلام الله علیه میفرمایند آقایی که معلم قرآن است، آقایی که خلیفۃ الله است، جزو امامان معصوم است، ينور الى الارضین السبعه و من کانت معه سبحه من طین قبر الحسین علیه السلام کتب مسبحا و ان لم یسبح بها. زمین های هفت گانه رو منور میکند، نورانی میکند. این در به اصطلاح عرض می شود که اثر سجده بر گل قبر ابی عبدالله الحسین هست و کسی که همراه او تسبیح از تربت ابی عبدالله باشد، عرض می شود که ولو ذکر نمیگه، ولو تسبیح نمیگه، اما کتب مسبحا و ان لم یسبح بها، ذکر نمیگه اما برای او ذکر نوشته میشه. این اثری است که خدای متعال در این تربت قرار داده و به جهت و به سبب عظمت صاحب این قبر و کسی که در این خاک مطهر و مقدس مدفون است،
خدای متعال عرض می شود که یک چنین آثاری رو به این تربت عنایت فرموده. کان الصادق علیه السلام لا یسجد الا علی تربت الحسین علیه السلام تذللا لله. آقا امام حسین سجده نمی کردن مگر بر تربت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، اما تذللا لله تبارک و تعالی. باز از فرمول های بندگی گریه بر سید الشهدا سلام الله علیه. تعجبه که واقعا انسان میبیند یک سری افرادی که اینها اهل حالا یا مطالعه نمی کنن یا عرض می شود که رو چه جهاتی است که مثلا این مسائل قطعی دینی رو زیر سوال میبرن که آقا همش گریه همش عشق. گریه بر سید الشهدا یک فرمول بندگی الهی است، یعنی ما از مکتب وحی دستور داریم الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین رحمتا و شفقتا، صلوات خدا بر گریه کنندگان بر حسین. عرض می شود و اللاعنین لاعدائهم و الممتلئین علیهم غیظا و حنقا، و عرض می شود کسانی که لعن می کنن اعدای اون حضرت رو، دشمنان اون حضرت رو لعن می کنن، و افرادی که قلبشان از غیظ و غضب بر آنان پر باشد، خدا صلوات می فرسته بر یک چنین انسانهایی. در هر صورت اینها رو ما داشته باشیم، ما از خود نمیتونیم چیزی اختراع کنیم و یا چیزی رو زیر سوال ببریم. اگر هر کسی دوست داشت به عنوان دستور عرض می شود پیامبر خدا، روایات متعدد متواتر داریم، هر روز برای حضرت سید الشهدا بشینه اشک بریزه، بشینه گریه کنه، هر روز بخواد در منزلش مثلا یه ولو چند دقیقه مثلا یک ذکر مصیبتی بگذاره، این یکی از فرمول های بندگیه. دستور داره از مکتب شارع مقدس. و اگه کسی استهزا کرد مسخره کرد، این در واقع باید خودشو مسخره کنه و استهزا کنه، چون بدون دلیل عرض می شود که یک حرفی رو زده و عقلا نمیپذیرن. خب در عرض می شود کسی که با داشتن یک دستور قطعی از دین میاد یک فعلی رو تقربا الله انجام میده، این مشکلش چیه؟ اون کسی که میاد زیر سوال میبرد یا انکار میکنه یا از خودش شرح و تفسیر میکنه، که اینها میاد در اگر متدین باشن به ظاهر، یعنی اگر عرض میشود که قبول داشته باشن دین و اینها رو، اینها میاد یک آسیب هایی که عرض شد در حوزه عقل گرایی افراطی یا علم گرایی افراطی دیگه میره توی سمت و سوی مثلا علمی، وقتی عرض میشه که در اونجا طغیان میکنه دیگه این مسائل دینی رو زیر سوال میبره، یا خیال میکنه عقلش دیگه مثلا حالا به کجاها رسیده است. نه خیر، اونهایی که این مطالب رو فرمودن عقل کل بودن و کل عقل بودن، علم کل بودن و کل علم بودن، همه ی علوم نزد اونها بود. خب باز در این فرمول بندگی گریه بر سید الشهدا سلام الله علیه ابن شبیب، ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی قدک غفر الله لك کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. خود مسئله گناه یه بحث مهمی است که چه آسایی رو برای انسان میاره، فقر میاره، گناه بدبختی میاره، بلا میاره. اگر در یک اجتماعی گناه زیاد شد ممکنه عرض میشه که این حوادث آسمانی و زمینی روی بده، بله هر زلزله‌ای، هر طوفانی، هر این عرض میشود که این مصائب و این حادثه ها رو در اثر گناه ما نمیگیم، حقم نداره من چه حرفی رو بزنیم، اما ممکن است، یعنی داریم در روایات گاهی ممکن است یک امتی عرض میشه اینا گرفتار یک حادثه ای بشن، همه مؤمن متدین، این برای عرض میشود که ارتقای مقام اونها و منزلت اونها نزد خداست. داریم ما در روایات بلا تحفه خدا برای بنده های مؤمنشه، اما یه وقتی هم ممکنه این نه، این به خاطر عرض میشود که گناهان اون شخص یا گناهان اون جامعه باشه، یه وقت گرفتار یک سری مشاکل و گرفتاری ها بشن، باید انسان ببیند و واقعا عرض میشه که علت و دلیل چیست. اگر همه ملتزمن، حسابشون، کتابشون، برنامه هاشون ابدا گناه و معصیتی نیست، خب بدونن انشاءالله برای این گرفتاری ها و سختی ها و بلاها برای ارتقای مقام اونها نزد خداست. اگر نه، ببینن که بله گناه ها و معاصی رواج پیدا کرده، خصوصا گناهان ظاهر، خلاصه بدانند که کار مشکل است و ممکن است انسان گرفتار عقوبت ها بشه. خب اما
حالا یه خطاهایی کردن، گرفتاری کردن، اینها میان مثلا مجالس سیدالشهدا رو چیکار میکنن؟ رونق میدن، نش میدن در منزلها، در حسینیها، در مساجد مرتب. اینها ممکنه در اثر گناهان و معاصی چیه؟ باید الان یک عقوبتی بشن. به واسطه این اشک بر سیدالشهدا، خدای متعال اون بلا رو از اونها دفع میکنه، اون بلا رو کنار میگذاره. مثل که انسانی که بیمار شده، یه انسانی بیمار شده، محلم نمیده، ناپرهیزی، همینطوره این مرض زیاد میشه، زیاد میشه، ممکنه او را هم بکشه. اما گاهی نه، بیمار میشه، زود میره یه دارو مصرف میکنه، این دارو عفونت از بین میبره، اون چرکه ها رو از بدن او خارج میکنه، خب خوب میشه. اثر گریه اینه، اهل گناه، اهل معصیت، البته حواس اون باشه، انما یتقبل الله من المتقین. طرف بگه آقا من میرم هر گناهی دلم خواست انجام میدم، بعد مثلا میرم یه زیارت میشورمش، میرم گریه میکنم، نه خیر، این خودش داره گول میزنه. نباید متعمد بر گناه باشه، نباید عرض میشه که جرأت بر گناه داشته باشه. بله حالا معاصی دستش دیگه، حالا در رفته یکم و زیاد، یک اشتباهایی یا یک غلطایی کرده مثلا، اما ناراحت، پشیمان، بله میره زیارت سیدالشهدا، اشک میریزه تو مجلس اون حضرت، میره خب آقا رفتیم دوباره حواسمون نبود، دوباره اشکال نداره، دوباره توبه، دوباره توبه. لذا این حالت شویندگی گناه دارن، صغیر باشه، بزرگ باشه، در هر صورت خدای متعال رؤوف به عباده. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بعد فرموده وابتغوا اليه الوسيله، وسیله بجوید، بخواید برید محضر خدای متعال. اونهایی که عزیز درگاه خدا هستن اونها رو واسطه قرار بدید، خدای متعال دوست می‌داره. لذا وقتی که گناهان پاک شد دیگه خیلی از عقوبت‌ها و اینا نمیاد سراغ انسان. همچنان که اون بدن وقتی که دارو مصرف کرد عفونت‌ها رفت، این عفونت های گناه طرف که گریه میکنه اینها چیه؟ پاک میشه، میره. البته باز به جز حق و ناس، و باز عرض شد که یه وقت متعمد نشه، یعنی بگه خب خوب شد، حالا که زیارت سیدالشهدا سلام الله علیه همه گناهان آدم بخشیده میشه، حالا که با اشک بر امام حسین سلام الله علیه همه گناهان بخشیده میشه، پس من میرم هر جنایتی هر گناهی رو انجام دادم میشینم گریه میکنم. نه خیر، این فایده ای نداره. باید با تقوا باشه، تعمد بر گناه، اصرار بر گناه نباشد. و عرض میشه که برای پاک شدن گناهان یکی از فرموله های بسیار عالی است، یبن شبیب ان سرک ان تلق الله عز و جل ولا ذنب علیک فزر الحسین سلام الله علیه. اگر میخوای پسر شبیب، این فرمول رو امام معصوم داره میده، کسی حق نداره اینها رو زیر سوال ببره یا ولی اعوذ بالله استهزا کنه. اولاترین مردم به استهزا خود اون شخص استهزا کننده است، خودش رو باید مسخره کنه. فرمول از خلیفت الله، از حجت الله، روایات معتبر، روایات فوق تواتر، انسان ها بله میان عرض می شود که به زیارت اون حضرت، و این فیوزات هم نصیبشون میشه انشاءالله. اگر میخوای خدا رو ملاقات کنی، گناهی بر تو نباشه، زیارت کن حسین را. باز عرض شد در باب گناه، یک بخشی از گناهان اینها باعث میشه انسان در فشار قبر قرار بگیره، قبر انسان تنگ بشه، یا انسان بیمار بشه، مرتکب معاصی شده، باید این مثلا یک سال، دو سال، پنج سال در بستر بیفته، بیمار بشه و بعد از دنیا بره. وقت به واسطه این زیارت خدای متعال او رو میبخشد انشاءالله، و دیگه اون بلاها ازش دفع میشه. یبن شبیب ان سرک ان تکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین علیه السلام فقل متى ما ذکرت یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. خب بسیاری از مؤمنین و مؤمنات اینها آرزو دارند که ای کاش بودن در اون عصر و زمان سیدالشهدا سلام الله علیه، و جانشون رو فدای اون حضرت میکردن. رحمت واسعه الهی، لطف عظیم پروردگار ثواب این حضور رو برای بندگانش قرار داده با گفتن این ذکر. حضرت می‌فرماید امام رضا سلام الله علیه هر وقت که یاد کردی آقا سیدالشهدا رو، عرض می‌شود که او رو به یاد آوردی و می‌خوای که برای تو از ثواب همون باشد، برای مانند کسانی که در محضر سیدالشهدا به شهادت رسیدن، هر وقت به یاد آوردی اون حضرت رو،
عرض می شود این رو بگو: یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اینها فرموله های بندگی است که ثواب های عظیمی دارد از ناحیه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. خب واقعا امر آقا سید الشهدا که امر استثنایی است و قابل درک نیست. اینجا تصاویری هست از درختی که همه ساله روز عاشورا خون می‌گرید در زرآباد قزوین و بسیاری رفتن دیدن. خب باز از فرمول‌های بندگی همدردی با بینوایان آقا سید الشهدا سلام الله علیه می‌فرمایند: و من نفس کربت مؤمن فرج الله عنه کرب الدنیا والآخره. هر کس که گرفتاری مؤمنی رو برطرف کند، خداوند گرفتاری های دنیا و آخرتش رو برطرف می کند. چقدر خوب است و چقدر زیباست که مؤمنین مؤمنات فقط فکر خودشون نباشن، فکر رفع گرفتاری از دیگران باشن. خب یک کسی که ایمان به خدا داره، ایمان به آخرت داره و می داند که روزهای عظیمی در پیش دارد، آینده‌ای که اصلا قابل درک نیست، هزاران سال، میلیاردها سال آخرت ماست، زمانی براش متصور نیست، سعی میکنه از این فرصتهای دنیا، این امتحان، این فرصت و ظرف کم عمر که روز به روز کم میشه، هر روزی ورقی از اون کم میشود، انسان استفاده کنه، گرفتاری مؤمنی رو برطرف کنه. خداوند متعال گرفتاری های دنیا و آخرتش رو برطرف میکنه. اینها از فرموله هایی است که دین ارائه میده. خب باز مهربانی با زیردستان، جناب ابوذر رضوان الله تعالی علیه ایشون میگوین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میفرمود: اخوانکم جعلهم الله تحت ایدیکم فمن کان اخوه تحت یده فلیطعمه مما یأکل. خداوند بعضی از برادران شما را زیر دست شما قرار داده، هر کس برادر و هم نوعش را زیر دست دارد باید از آن چه خود می‌خورد به او بخوراند و از آن چه می‌پوشد به او هم بپوشاند و هیچ وقت کاری که خارج از قدرت اوست به او نسپارد و اگر کار دشواری را به او سپرد او را کمک کند. اینها از دستورهای دین، فرمولهای دینی است که برای اینکه بشر در کنار یکدیگر بهترین زندگی رو داشته باشن، عرض میشه که بهترین آسایش رو داشته باشن، در رأفت، در محبت، در عطوفت، این توصیه ها رو دین دارد که با زیر دستانتون خلاصه با ملایمت، با نرمی، با مهربانی عرض میشد که با او برخورد کنه، اون چی که میخوره به اونم بخوراند، نه اینکه مثلا حالا اون که مسئول از غذاش سفارشیه، اون بنده خدایی که کارگر است، اون نه یه غذای عادی به او بدن. نه، اینها در از دایره دین عرض میشه، این دستورات نیست. اینها دین توصیه میکند و از آن چه میپوشد به او هم بپوشاند. کاری که طرف نمیتونه انجام بده به او نسپاره و اگر یه کار سختی به او داد خودش وای نسته نگاه کنه، کمکش کنه. اینا مجموعه ای از دستورات عرض می شود که دین از فرمول های بندگی است که از سرچشمه اصلی معارف دین انسان به دست می آورد و فرمول ها بسیار زیاده که ما نمونه های از اون رو خدمت شما در این جلسات عرض می کنیم. خب انشاءالله ادامه بحث رو به جلسات بعد موکول می کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.